سلام، حال شما خوبین؟ من مجلسیم، دبیر ریاضیتون. اولین کاری که میخوام زحمت بکشین انجام بده اینه که یه گروه برای ریاضیتون بزنید. من شماره خودم رو مینویسم چون من بعد با شما در تماس باشم. یکی از بچه های گروه تشکیل بده، لینکشو بفرسته تا بفرستیم توی گروه تا همه آزش بشن. یه گروه تشکیل بدیم یا بذارید خودم الان تشکیل بدم. کی تشکیل میتونه بده؟ الان کیا تو گروه هستن؟ کیا منو میبینن؟ تو گروه دهه تجربی مدرسه؟ بسه من به یکی تو پیام بدم. الان لینک رو میفرستم براتون توی گروه تا همه آزش بشین. بزنید روش رو، بیاین داخل گروه ببینم کیا داخل هستن. شقایق الان هستی یا نه؟ بچه ها الان برید توی واتساپ گروه ریاضی که زدم رو بزنید و وارد گروه بشید. لینکش رو توی کانال مدرسه‌تون، تو گروه مدرسه‌تون فرستادم. یک این، دو این که سعی کنید که حتما با کامپیوتر یا لپتاپ وارد بشید تا بتونید همزمان هم توی واتساپ با من ارتباط داشته باشین، هم توی کلاس مدرسه، یعنی توی کامپیوترتون که دارین میبینین، چون بعضی وقتا من همون موقع از شما سوال میپرسم یا سوال بهتون میدم که حل کنید و بعد هم موقع جوابشو توی واتساپ برای من بفرستید تا من ببینم چقدر مطلب رو یاد گرفتید. درسته؟ الان کیا هستند؟ بذاریم دوباره بفرستم.
بزنید روی لینک. اون لینک آخرش خرابش میکنه. حالا بیاین توش ببینم. حالا چی؟ خب بقیه که نیستن، یعنی غایبند یا الان نیستن؟ الان چند تا شدیم؟ شدیم 14، یعنی 13 نفر از بچه اومده. خب من نمیدونم که بسیتون چند نفر است. بلن بیاییم و ببینیم که چه کارهای قراره انجام بدیم. قراره که هفته یک جلسه با هم فعلا کلاس داشته باشیم. چون که قرار هفته یک جلسه کلاس داشته باشیم، برنامه من اینه که یه مقداری از بعد مطالب کلاس نهمتون که توی دهم بهش احتیاج داریم، مثل اتحادها، مثل رادیکالها، اینها رو یکم بررسی کنم. فکر نمی کنم وارد کلاس دهم بشم با توجه به چیزی که میدونم، مطالبی که میگم البته تا کلاس دهم میبرمش جلو، یعنی مطلب رو میرسونم به کلاس دهم، ولی فکر نمی کنم واردش بشم که بگم مثلا فلان فصل و اینجاشو درس دادم، چون فکر کنم چیزی که پیش بینی میکنم کلا مثلا کلاس ما میشه 3 تا 1 ساعت، که توی 3 تا 1 ساعت فکر نمی کنم وارد کلاس دهم بشم، همچنان تو مرور کلاس نهم خواهم. حضورتون سر کلاس برام خیلی خیلی مهمه. توی گروه ها هم گفتم بهتون، حاضری زدن سر کلاس به شدت برام مهمه. حاضر باشین، نه اینکه فقط یه حاضری بزنین اول کلاس اسماتون تو گروه واتساپ بنویسید و بره، چون اولین کاری که میکنین تا کلاس میاد شروع میشه توی که گروه واتساپتون برای من حاضری میزنین، اسم و فامیلتون رو مینویسید و حاضری میزنین. اما من نمیخوام که فقط این کار صورت بگیره، میخوام که حتما فعال باشید سر کلاس. یعنی ممکنه من سر کلاس سوالی از شخص خاصی بپرسم یا بگم که مثلا این سوالی که نوشتم پای تخته الان جواباشو برای من بنویسید و بفرستید توی واتساپ، عکس بگیرید بفرستید توی واتساپ، چون با این کارم چند تا هدف دارم. یکی از کارهایی که میخوام بکنم اینه که شماها ممکنه مدل نوشتنتون ایراد داشته باشه یا مثلا مسئله رو فهمم میتونم بفهمم که شما سوالو فهمیدین یا توی محاسبات اشکال داشتین. دونه دونه تقریبا سوالا رو نگاه میکنم و تصحیح میکنم، اینجوری یه جوری هم برای شما خیلی خوبه، هم برای من که شناخت بیشتری راجع به شماها بتونم پیدا کنم. پس بنابراین حضور فعالتون سر کلاس اهمیت زیادی داره، چون مدل امتحان گرفتن الان اگر قرار باشه آنلاین باشه خیلی مدل امتحان گرفتن قابل اعتمادی نیست نسبت به این چیزی که شما حضور داشته باشین سر کلاس، و بهتر شما شاید کمتر درس بخونید. وقتی قرار باشه اینجوری باشه و شما کمتر درس بخونید، من ترجیح میدم که یعنی الان فکر میکنم همه دنیا اینجور شده که بچه ها میگن خب آقا حالا جزوهه که کنارمون هست که، فقط بخونیم ببینیم کجای جزوه چی هست. مرسی که اسم فامیلتون رو نوشتیم. بنابراین ما مجبوریم از این شیوه ها که شما مدام درگیر باشین برای نمره دهی که نمره ای که پایانی میخواییم اعلام کنیم نمره عادلانه ای باشه براتون استفاده کنیم. خب شما هم میدونید که
سال دهم یکی از سالهای بسیار بسیار مهم زندگیتونه، یعنی خیلی فرق میکنه با سال نهمتون یا سالهای پیشتون. سال پیش نهایت فکرتون این بوده که آقا من میخوام یه مدرسه خیلی خوب انتخاب کنم، باید تلاش کنم، باید درس بخونم تا بتونم وارد یک مدرسه خیلی خوب بشم. اما توی کلاس دهم شما نگاهتون، یعنی هر جوری که دارین درس میخونید، بالاخره یه نگاه هم دارین میکنید به کنکوری که میخواین بدین دو سال بعدش، درسته؟ یعنی خواه نخواه، چه مثلا بعضی از مامانا میگن که چرا مثلا راجع به کنکور حرف میزنین، بچه ها استرس میگیرن. چیزی که هست که این بک‌گراند ذهنی همه ما هست، حتی بچه های ما مثلا کلاس پنجم ششم دبستان هم که هستن، یه جورایی مثلا یه وقتی ممکنه فکر کنه ای قراره کنکور بدم، ای منم واسه فلانی موقع کنکور میدم. یعنی این کنکور بک‌گراند ذهنی ما هست. از کلاس دهم به نظر من باید شدید بهش فکر کنید، یعنی فکر کنید که باید جوری برنامه ریزی کنید، جوری درس بخونید، جوری تمرکز داشته باشید که بتونید مسیر موفقیتتون رو که مثلا میخواین به یه هدفی دارید که میایین مدرسه درس بخونید، به یه جایی برسید، یه رشته خیلی خوب قبول بشید، نتیجه زحمتایی که تا الان کشیدید رو ببینید، بتونید به بهترین نحو این بازدهی رو داشته باشید. همونجوری که دیدم مثلا پیام گذاشته بودید برای مشاورتون که بهتون کمک کنه که یا روشهایی رو بگه تا بتونید تمرکز بیشتری داشته باشید، تایم مفید بیشتری داشته باشید. خب اگر قرار باشه که کلاس‌های ما به صورت غیر حضوری یا آنلاین باشه، شما باید مدلتون با مدل پارسالتون متفاوت باشه. یعنی یه دانش آموز هدفمند باشید، صبح‌ها به موقع پاشین، برای خودتون مکانی رو تعریف کنید برای نشستن و درس خوندن، یعنی مثلا یه میز رو تعریف کنید، مثلا از رخت خواب جدا بشین. یعنی وقتی که ساعت 8 صبح قرار آنلاین باشین، تو رخت خواب دراز نکشید و گوشیاتون رو روشن کنید یا لپتاپتون رو بذارید روی پاتون و اون رو روشن بذارید، خودتون هم شروع کنید به کارتون رسیدن. منظورم از کارتون رسیدن استراحت کردن و خوابیدنه. سعی کنید که مفید باشه براتون، یعنی جایی رو تعریف کنید مخصوص درس خوندن که وقتی که نشستید اونجا یا حس درس خوندن براتون ایجاد بشه، بدونید که میخواین تو مکان درس بخونید. نمیدونم، من حالا شاید خیلی هم حرف بزنم، اما سعی میکنم حرفایی که میزنم براتون مفید باشه، چون در جلسه اول آشناییمون با هم دیگه است من این چیزا رو براتون زیاد میگم. این که نمیدونم شماها رئیس باغ کتاب تهران یه مصاحبه با سروش صحت داشته، نمیدونم کیا دیدن، یه مصاحبه خیلی جالبه. من پیشنهاد میکنم، مال پارسال پیار ساله من، پیشنهاد میکنم که ببینیده. چیزی هم میخواییم بنویسیم تو گروه همون بنویسیم، من میخونمش. یعنی این باعث میشه که ما یه ارتباط دو طرفه داشته باشیم، چون من مدام حواسم به گوشیم هست، صفحه رو تایمش الان زیاد میکنم که ببینم چی دارید مینویسید، چیزی میخواید بپرسید، اشکالی دارید در مورد مدل کاریمون، مدل توضیح دهیمون توی سال، هر چی میخواییم بپرسید میتونید بپرسید توی گروه، من جوابتون رو میگم. خیلی جالبه، این آقا تعریف میکنه که دانشانده خیلی تنبلی بوده و یه اتفاقاتی میفته در طول زندگیش و تصمیم میگیره که درس بخونه، به خاطر اینکه به پدر و مادرش اون احساس ناراحتی و اون چیزی که به خاطر کارای این دریافت کرده بودن و از این ببره، تصمیم میگیره درس بخونه برای کنکور سال آخرش. و میگه که من اینقدر بچه شیطونی بودم که حتی نمیتونستم روی صندلی بشینم، برای همین، برای که بتونم یه مدت طولانی روی صندلی بشینم، خودم رو با کمربند به صندلی میبستم و میشستم پشت میز تحریرم و 17 ساعت مداوم درس میخوندم تا بتونم یه رشته خوب قبول شم که دانشگاه شریف هم قبول میشم. این آقا خیلی جالبه، داستان زندگی نامشون بشنوید و ببینید که بالاخره آدم باید یه روزی تو زندگیش تغییرات بزرگی ایجاد کنه، یعنی خودش رو متفاوت کنه، هدفش رو مشخص کنه. وقتی شما بدونید چی میخواید تو زندگیتون به دست بیارید، مسلماً براش تلاش بیشتری میکنید. وقتی که الان میدونید که مثلا دو سال دیگه میخواید به چی برسید، از الان براش خوب درس میکنید، براش خوب تلاش میکنید، روی درسای مهمتون سرمایه گذاری میکنید و ما هم در کنارش به شما کمک میکنیم. حالا کمک های ما چیه؟
یه ذره که بریم جلوتر، وقتی که درس بهتون بدم بهتون میگم که از کتاب خودمون تمرین حل کنید، اما شما از امشب موظف هستید که شبی 5 سوال برای من توی گروهی که داریم بفرستید. خب شبی 5 سوال، 5 سوالی که میگم از این مباحث باید باشه، از کتاب، نه من جزوه نمیدم، از کتاب ریاضی پارسالتون، 1 مبحث اجتماع و اشتراک و مجموعه. شب اول یعنی 5 سوال از این مطلب حل میکنیم. 2 دومین چیزی که در موردش حل میکنیم رادیکال هاست از پارسالتون. 3 چیز چند عبارت جبر. 4 عبارت گویا مخرج مشترک میگرفتیم و تقسیم و 5 معادله خط نشان دادن نقطه و خط در صفحه حل معادله حل درسته. شب اول 5 از این، شب دوم 5 از این بخش، شب سوم 5 از این، شب چهارم 5 از این، شب پنجم 5 از این، شب ششم دوباره 5 از پس کردن. یعنی تا اول مهر شما 4 بار 5 بار باید از روی اینا از هر کدوم 5 سوال نوشته باشین، یعنی تقریبا از هر فصل 20 سوال. سوالایی که انتخاب میکنید لطفا سوالای کتاب نباشه، سعی کنید سوالاتون نه خیلی سخت نه خیلی آسون باشه. کتاب اضافه مطمئنا همتون از سوالای قبل دارید، اون کتاب رو برمیدارید و شروع میکنید به حل کردنش. یک کتاب تهیه میکنید برای از اول مهرمون که میشه از 15 شهریور، کتاب سیر تا پیاز گاج. چون هم تست داره هم تشریحی. اگر بخوام منحصرا تست تعریف کنم، چون شما باید هر شب بعد از این مدتی 5 سوال تستی حل کنید، کتاب خیلی سبز، کتاب خوبیه، کتاب گاج نقره‌ای بد نیست، کتاب نشر الگو خوبه دیگه، کتاب پایا خوبه، اینا تستن، اما این اجباریه. میخرید چون بعد ازش تمرین حل کنید و سر کلاس هم ازش سوال حل میکنید. درسته؟ خب بله بله. مهلت فرستادن سوال، تایمی که سوال رو میفرستید برای من بین ساعت 11 تا 12 شب، یعنی قبلش اصلا سوال برای من نمیفرستید، بین ساعت 11 تا 12 شب سوال رو میفرستید. حالا یکی میگه خانم من 11 تا 12 خونه نیستم، خب کاری نداره که میتونی عکسش رو بگیری بین ساعت 11 تا 12 با اینترنت گوشید بفرستی. خدا شد همه شما توی چیزای اینترنتی رو نمیدم کاری اینجوری از ماها بهتری. دیگه چیزی نمیخواییم بپرسیم؟ فعلا جزوه نمیدم چون میخوام از نهم دوره کنم، نمیدونم از اول مهر جزوه خواهم داد یا نخواهم داد. فعلا چیزی که تدارک ندیدم یا برنامه‌ای براش ندارم. رشادت و مرشد برای دبیرستان اصلا کتاب خوبی نیستند.
دوره دوم، به خاطر اینکه بعضی از سوالاشون به شدت سخته و به درد کنکورتون نمیخورن. حتی تو کتاب توی تیزهوشان هم اینا رو استفاده نمیکنن برای دوره دوم. دوره دوم اگر دانش آموز خیلی خوبی باشید من اینو پیشنهاد میکنم. بله، تاج نقره برای دانش آموز متوسط. به دردتون نمیخوره رشادت و مرشد، میتونید استفاده کنید، استفاده کردنش هم بد نیست، اما خیلی هم چیز مفیدی بر بهتون اضافه نمیکنه. نه، توی همین گروه میفرستید، اسمتون رو زیرش مینویسید، تاریخ میزنید و موضوعی که نوشتی نمینویسید. مثلا نوشتید مرکز اجتماع و اشتراک، مثلا خانم فلانی تاریخ مثلا امشب، درست؟ دیگه این کارچبی 5 سال تو کل سال برقراره ها. خب کسی اشکالی چیزی نداره؟ شروع کنیم به درس دادن. چیزی نمیخواین بگین؟ چیزی نمیخواین بپرسین؟ خب خودم هم که معرفی کردم، من مجلسی هستم، انشالله با هم کلاسی خواهیم بود در طول سال، بیشتر از اون با هم دیگه دوست خواهیم بود و اینکه دوست دارم یاد بگیرین ریاضی رو، خوب بهش عشق بورزین، دوستش داشته باشین، باهاش ارتباط برقرار کنین. ریاضی بسیار چیز جالبیه چون شما تو کل زندگیتون مدام در حال استفاده از ریاضی هستین، یعنی خواه ناخواه درگیر ریاضی هستین. یاد میگیریم که چه شکلی خوب فکر کنیم. قرار نیست مثل تاریخ و جغرافی من یه سری سوال سخت حل کنم و همون سوال سخت رو که امتحان بدم و شما احساس کنید که خیلی خوب یاد گرفتید. من یادتون میدم که خودتون بتونید فکر کنید، بتونید نتیجه بگیرید. توی سوالایی که حل میکنم اصولا مدل فکر کردن شما رو توضیح میدم. پیشنهادم اینه که وقتی که دارید مینویسید جزوه مینویسید، به خصوص یکی از دلایلی که من جزوه نمیدم همینه که دوست دارم وقتی که جزوه مینویسید هم یه دور میشنوید، گوش میدید، اینجا یه دور توی جزوهتون وارد میکنید، یعنی دو بار این کار رو انجام میدید. و شاگردای موفق بودن سر کلاس من، یعنی توی درس ریاضیشون کلا موفق بودن، چون من جوری درس میدم که شما بتونید برای کنکور هم ازش خوب استفاده کنید. شاگردای موفقن که غیر از اینکه راه حل مسئله رو مینویسن، با خودکار قرمز با یک رنگ متفاوت توضیح فارسی کنار سوال می‌نویسن. دلیل اینکه این چیز رو دارم میگم چیه؟ شما خیلی وقتا سوال رو اون لحظه متوجه میشین و به نظرتون خیلی ساده میاد، اما ممکنه 20 روز بعد، 1 ماه بعد، 1 سال بعد، شما ببینید این جزوه ها شما میخواین 2 سال دیگه هم ازش استفاده کنید. 2 سال بعد که میخواین ازش استفاده کنید یادتون نمیاد این نکته چی بود. پس بنابراین سعی کنید کنار هر سوال یه توضیح فارسی بنویسید، توضیح بدین چی ازتون خواسته، چی به دست آوردید، چرا این کار رو انجام دادید. یکی از کارهایی که ما یه ذره جلوتر بریم من بهتون میگم انجام بدین دقیقا همینه که سوال رو بخونید، بدون اینکه راه حل رو بنویسید، بنویسید پایین سوال فارسی که چی کار میخواین بکنید و چرا میخواین این کار رو بکنید. مثلا تو سوال اینو پرسیده، من تصمیم گرفتم از این راه حل کنم. 1 هفته فقط این کار رو انجام میدید و هفته بعد برمیگردین همون سوال رو به روشی که خودتون تصمیم گرفتین حل میکنید و میبینید که اولین گام فکر کردن چجوریه، یعنی شما چجوری میتونید فکر کنید روی سوال، چجوری میتونید روی یه سوال تصمیم گیری کنید که از چه مسیری سوالت رو حل کنیم. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو با هم در پیش داشته باشیم. خب حالا که هیچ سوالی ندارین، برام هم عجیبه که سوال ندارید، میریم سراغ درس دادن.
الان من فقط سوال می‌نویسم و شما حل می‌کنید. من می‌خوام ببینم که شماها چقدر بلدین از پارسال. سوالایی که می‌نویسم مربوط به پارسالتونه. در عین حال من یه سری نکته رو موقع حل سوال توضیح میدم که به دردتون می‌خوره. بله امشب که بفرستید. بله ببین اگر قرار باشه کلاسمون حضوری نباشه اون دیگه به دلخواه خودتون برمیگرده که بخرید یا نخرید. اگر قرار باشه حضوری باشه من میتونم میرسم دو تا کتاب کنار هم دیگه حل کنم، اما توی غیر حضوری یه ذره سرعت کار ما پایین تره چون دیگه نتتون قطع میشه بس میشه نمیدونم از این رو چیزا. و در این حال یه چیز نکته دیگر هم میخواستم بهتون بگم، اینکه خب هزینه تهیه کتاب ها خیلی زیاده دیگه، خودتون حتما میدونید. بله شبی پنج سال رو از امشب بفرستید. اینکه چی میخواستم بگم؟ یک مجموعه هست توی چهارباغ عباسی به اسم پاساژ شکرین که کتاب دست دوم داره. این کتاب دو سه سال تغییر نکرده. اگر کتاب پارسال رو هم برید اینجا تهیه کنید با حدود 20 تومن 21 دو تومن میتونید یک کتاب رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید. یعنی الزامی نداره کتاب نو بخرید و صد خورده ای براش پول بدید. و فکر میکنم همون هم به عنوان جزوه میتونید حتی ازش استفاده کنید که دوست دارید داشته باشید. چون بعضی بچه دوست دارن جزوه داشته باشن. و در این حال سر کلاس چه جزوه ای که می‌نویسید. و نه من از امشب تمرین نمیدم، خودتون به سوال انتخاب میکنید. اولش توضیح دادم که سوالاتون سوالی کتاب پارسالتون نباشه، سوال تو اینترنت هم هست، کتاب اضافه هم دارید. 5 تا سوال از موضوعهای مختلف اون بحث، نه 5 تا سوال پشت سر هم حل کنید. یعنی من سوالاتون نگاه میکنم ببینم که کی سوالای بهتر و قشنگتری حل کرده. امتحان ها هم الان اگر امتحانمون به صورت آنلاین باشه قراره که با سیستم اسکایپ بگیریم امتحان رو. یعنی شما دوربین رو با همین فاصله که من الان از دوربین دارم، یعنی 1 متر از خودتون قرار میدید که اطرافتون و خودتون پیدا باشه و انشالله امتحانتون رو میدیم. زمان امتحان هم دیگه بستگی به نوع سوال ها داره دیگه که پرسش میشه و بهتون زمان میدیم، یکی یکی سوال ها رو میدیم و جواب میدیم. اما اگر امتحان به صورت حضوری باشه که مثل همیشه مثل سوالایی که امتحانایی که میدادیم، دانش آموزی که سر کلاس من خوب گوش میده نکاتی که میگم خیلیاش ممکنه توی کتاب نباشه، نکاتیه که به دردتون میخوره. حالا امسال سالای آینده چیزایی که من با تجربه ای که 16-17 سال دارم درس میدم دارم سر کلاس تدریس میکنم اون نکات رو حتما می‌نویسه. دانش آموزی که می‌نویسه و خوب سوال حل می‌کنه، تمرین‌ها رو به موقع حل می‌کنه، اصلا نمره خیلی خوبی هم می‌گیره. بله، دقیقاً بهار خانم. توضیح دادم سبک امتحانم رو، طریق امتحانم احتمال 90% تصمیم‌گیری به تصمیم‌گیری مدرسه بستگی داره. اما اگر خودم هم بخوام بگیرم حتما یا سیستم اسکایپ. روشی که پارسال امتحان میگرفتم اینجوری بود که سوالا رو دونه دونه میخوندم، زنگ میزدم به بچه‌ها یا تماس تصویری توی واتساپ میگرفتم به صورت رندوم و بهشون گفتم سوال رو چجوری و چرا داره اینطوری حل میکنه تا ببینم که چقدر میدونه سوال چه شکلی حل میشه. چون همه ما میدونیم که خیلی به راحتی میشه از عوامل بیرونی برای حل سوالات استفاده کرد. دیگه چی؟ ولی تصمیممون فعلا اسکایپ. دیگه چیزی نیست که بخوایم بپرسیم؟ من قول میدم که علاقمندتون کنم به ریاضی، حتی اگر شما علاقمند نیستین. اگرم علاقمند هستید که چه بهتر. دیگه خب پس شروع کنیم.
سال اگر من به شما از شما بپرسم رادیکال چهار میشه چی چی جواب میدید؟ از 15 شهریور که بشه اول مهتون حتی خواه نخواه من یه جورایی الان دارم شروع میکنم ولی به صورت غیر مستقیم اول دهم نهم رو میگم بعد وارد دهم میشم ولی خیلی ناملموس. خلاصه از نهم نمیگم ازش سوال حل میکنم و در این حال توضیح میدم. نه کل از اول کار نهم که نهم خوندیدش رادیکال چهار میشه چی؟ کیا میتونن جواب بدن؟ منتظرم. میگن جوابش میشه قدر مطلق دو که قدر مطلق دو میدونین دقیقا میشه دو. درسته؟ کاملا هم درسته. خانم نمیدونم فامیلشون چیه اسمشون چیه اینا میگن. حالا من یه سوال دیگه میپرسم میگم که اگر ایکس بتوانه دو مساوی باشه با چهار ایکس چنده؟ آیا با سوال بالا فرقی داره یا فرقی نداره؟ جواب دادن ایکس میشه دو. کسی نظری که متفاوتی هم داره؟ دو غلط نیست اما کامل است. ایکس به توان دو شده چهار، یعنی یه عددی به توان دو شده چهار. من میگم ایکس بوده مثبت و منفی دو. چرا؟ با سوال بالایی کاملا فرق میکنه، چون اینجا داره میگه رادیکال چهار یعنی جذر چهار میشه چند، شما میگین دو، اما اینجا داره از شما میپرسه چه عددی به توان دو میشه چهار، یعنی اینجا داره از شما میپرسه چه عدد یا اعدادی به توان دو حاصلش چهار میشود. شما جواب این سوال رو باید بدین. من میگم هم مثبت دو به توان دو میشه چهار، هم منفی دو به توان دو میشه چهار. پس اینا دوتا با هم فرق میکنن. ما به این میگیم ریشه دوم چهار. یعنی وقتی به من گفته x2 مساوی با 4 ما میگیم در اصل داره از من میپرسه ریشه دوم 4 میشه چند، x میشه مثبت و منفی 2. حالا سوال، اگر به شما بگه که رادیکال 27 منفی با فرجه 3 جوابشو چی میدید؟ پس این رادیکال 4 نیستا، حواستون باشه این ریشه دوم 4ه، جوابش هم مثبت میشه هم منفی. این رادیکال 4ه. رادیکال های با فرجه 2 تا حالا شما پارسال فقط 2 شو خوندیم، ما امسال بقیهش هم میخونیم. با فرجه 2 زیر رادیکال هم باید
صفر یا مثبت میشه. جوابش فقط میشه مثبت، اما زیر رادیکال هم میتونه صفر باشه هم مثبت. اما ریشه زوج یا ریشه دوم، شما فقط دوم یک عدد هم مثبت میشه هم منفی، ولی فقط اعداد مثبت ریشه دوم یا زوج دارند. یعنی اگر به من گفته بود x2 مساوی با منهای 4، من گفتم چنین چیزی ممکن نیست. یا اگر به من گفته بود رادیکال منهای 4، میگفتم این قابل تعریف نیست، چون هیچ عددی به توان 2 منفی نمیشه، چون رادیکال منفی 4 اصلا قابل تعریف نیست. آفرین، جواب سوال رو دادید، منفی 3. پس اونایی که توانشون فرده مثل این، توان فرجهشون فرده، ببخشید، اونایی که فرجهشون فرده اشکال نداره زیر رادیکالشون منفی باشه، درسته؟ و جوابشون میشه منفی 3. یعنی شما میگین که در اصل این بوده منهای 3 به توان 3 که 3 تونسته با فرجه ساده بشه. میدونید که فرجه عدد طبیعی بزرگتر یا مساوی 2. فرجه یک عدد طبیعی بزرگتر یا مساوی با 2. بچه ها میبینید یا لازمه عکس بگیرم؟ تخته رو خوب میبینید؟ میتونم عکسش رو توی گروه بدم. اینایی که دارم میگم و که بلدین، درسته؟ تکراریه. حالا اگر به شما بگه سوال اینو نوشته باشه، ریشه سوم منفی 27 میشه چی؟ چی میدید؟ یا به شما گفته باشه رو بگیم اینجوری بنویسم، آقا x به توان 3 شده منفی 27، x چنده؟ فرستادم آیده براتون. x چنده؟ چرا تایپ نمی کنید؟ منتظرم. ایکس فقط میشه منفی 3. در حد شما میگیم که چه عددی به توان 3 میشه منفی 27؟ یعنی میگیم که فقط میشه چی؟ منفی 3 به توان 3 میشه منفی 27. به این میگن ریشه، به این میگن ریشه سوم منفی 27، درسته؟ خب حالا باز یه سوال دیگه بگم، تا اینجا که سخت نبوده.
مثلا بهتون بگم که حاصل رادیکال منهای پنج رو تعلیم چی میشه یا رادیکال رادیکال سه منهای رادیکال پنج رو تعلیم یا رادیکال رادیکال دوی منهای یک رو تعلیم چی میشه اولیش میشه چی؟ اولیش میشه چی بچه‌ها؟ قدر مطلق منهای پنج چون این دوتا میتونه با هم ساده بشه ولی این باید چی بگیره؟ قدر مطلق بگیره و حاصل میشه پنج هر وقت توان و فرجه را به عددی مضرب دو تقسیم کردیم یا به قولی ساده کردیم حاصل زیر رادیکال باید داخل قدر مطلق قرار بگیرد ممکنه کلن رادیکال حذف بشه ولی ممکنه حذفم نشه در هر صورت شما باید حاصلش رو داخل قدر مطلق بذارید مثلا فرض کنید یه همچین چیزی دارید منهای پنج به توان دو فرجه چهار بچه ها قواعد فرجه های زوج مثل همه قواعد فرجه های فرد هم مثل همه ببینید من اینو تقسیم به دو میکنم در اصل اینم تقسیم به دو میکنم اما چون دارم به یه عدد مضرب دو یا به قولی زوج تقسیمش میکنم باید عبارتم رو بذارم داخل قدر مطلق باید عبارتم بیاد داخل قدر مطلق یعنی این دوتا با هم ساده بشه این دوتا با هم ساده بشه این بشه دو وقتی رادیکال رو حذف میکنم که در اثر ساده شدن فرجتون بشه یک دیگه نمی نویسیدش و اینجا حاصلش میشه رادیکال پنج اگر اشکال دارید بپرسید هر جا شدید این مشکل دارید حتما از من بپرسید جواب رو بنویسید ببینم دومی رو اولین چیزی که هست میگن که آقا اینی که ننوشته دوه من دارم در از این رو تقسیم بر دو میکنم اینم تقسیم بر دو پس این یه قدر مطلق میگیره اینم که میشه یک حذف میشه یعنی میشه قدر مطلق رادیکال سه منهای رادیکال پنج اولین گامش اینه درسته؟ کاملا درسته کیه شقایق فرستاده
حالا وقتی که شما قدر مطلق دارین، باید تشخیص بدین که عبارت داخل قدر مطلق مثبت خودش میاد بیرون یا منفی قرینش میاد بیرون. پارسال هم داشتین دیگه، یعنی شما میگفتین مثلا قدر مطلق آ دو حالت داره، یا آ مثبت جواب قدر مطلق آ میشه خودش، یا آ منفیه و جواب قدر مطلق آ میشه منفیه. حالا یه وقتی بچه میگن ای خانم این که منفیش میکنه، بگیم نه آ ذاتن منفیه. مثلا فرض کنید آ منفی دو باشه، قدر مطلق منفی دو میشه منفی منفی دو، یعنی مثبت دو. این آه منفی خودش، این منفی مال اینه، پس در هم ضرب میشه مثبتش میکنه. حواستون باشه اینجا باید تصمیم بگیرید که مثبت یا منفیه. میدونین رادیکال ها هر چیزی بهشون بزرگتر میشه کل رادیکال هم بزرگتر میشه، پس این بزرگتر از اینه، عدد منفیه بزرگتره، پس این منفیه. وقتی میخواد از توی قدر مطلق بیاد بیرون، قرینش میاد بیرون. اینجا میگیم چی میاد بیرون؟ قرینه. اینجا خودش قرینش میشه منهای رادیکال 3 منهای رادیکال 5 که جواب این تیکه میشه منهای رادیکال 3 به اضافه رادیکال 5. اگر بخواییم خوشتیب بنویسیمش، می‌نویسید رادیکال 5 منهای رادیکال 3. اونایی که دوست دارم خوشتیب بنویسن اینجوری می‌نویسنش. کسی هست نفهمیده باشه؟ از اولش که ساده کردیم، قدر مطلق گذاشتیم و حلش کردیم. اگر هنوز از هم خجالت میکشیم تو پی دی هم میتونیم بفرستید که مثلا نفهمیدید. ولی به نظر من اینجا اگر بنویسید نفهمیدید و من دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار توضیح بدم، بهتر از اینه که توی امتحان بلد نباشین. پس هیچ کس اشکال نداره، همه متوجه شدین، بعدی رو حل کنید و بفرستید، عکس بگیرید و عکساشو بفرستید. بچه هایی که فرستادن هم همشون درست حل کرده بودن غیر از سانیا. قرینش رو باید می آوردی بیرون، یعنی منهای رادیکال 3 به اضافه رادیکال 5 قرینه. زیبا، خانم کریمی، شقایق دیگه، خانم زیایی. نه من اسماتون بیشتر یادم میمونه تا فامیلاتون، بر همینم اسمات رو صدا میکنم اگر مشکلی نداشته باشین. خانم الینا، موبی، نمیدونم اسمتون چیه، قرینه از اشتباه نوشتین. مهدیسا درست، سانیا غلطه. وقتی که اگه قرار قرینه بشه که هر دوتاشون قرینه میشه، نمیشه که یکیشون مثبت بشه. حالا من بیشتر توضیح میدم چون احساس کردم اینجاها اشکال دارید. مونا درسته. بچه ها قرینه یک منهای هفت میشه چی؟ میشه منهای یک به اضافه هفت. قرینه یعنی همین قرینه میشه همین، نه اینکه شما وقتی که دارین یک منهای هفت تو میگه قرینهش میمیسین یک به اضافه هفت، غلطه. قرینه نمیشه یک به اضافه هفت. این جوابش میشه منهای شیش، قرینهش باید بشه مثبت شیش.
وقتی که شما مثلا دارین یک منهای رادیکال دو یا رادیکال آره یک منهای رادیکال دو میخواین قرینش کنید، حاصلش میشه چی؟ منهای یک به اضافه یه رادیکال دو. اینشون چندتاییتون اشتباه داشتیم دارم میگم، حواستون جمع باشه. قرینه که میکنین اگر 10 تا هم داشته باشه باید دونه دونه قرینه بشه. خب اولین کار این که این دوتا خط بخوره این قدر مطلق بگیره، یعنی جواب بشه قدر مطلق رادیکال دو منهای یک. خب رادیکال دو 1.4 تقریبا، 1.4 منهای یک میشه یک عدد مثبت. پس چی میاد بیرون؟ خودش. خودش یعنی این، خودش یعنی این چیزی که داخله. قرینش یعنی دوتاش قرینه بشه. بچه هایی که اشتباه نوشته بودن متوجه اشتباهشون شدن یا نه؟ کسی هست نفهمیده باشه؟ خب ما امروز خیلی چیزه مبحثیه، خیلی موضوع کوچیکیه گفتیم، ولی با نکات خیلی 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 مهم و خیلی 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 بزرگ. این نکاتی که براتون گفتم نکاتیه که اساساً پایه با اساس ریاضی رو میسازه، چون ما اینا رو باهاشون خیلی کار داریم که عبارتی که میاد بیرون حتما مثبت باشه، داخل قدر مطلق بذارید، وقتی که دارید x به توان 2 مساویه با مثلا 10 x میشه چی؟ مثلا اگر من داشته باشم x به توان 2 10، میگم x میشه مثبت و منفی رادیکال 10. یا اگر داشته باشم x به توان 4 5، میگم x میشه مثبت و منفی رادیکال فوجه 4 5. اما اگر داشته باشم x به توان 3 4، میگم x میشه رادیکال 4 با فرجه 3. یعنی اگر اینجا توان زوج باشه جواب باید مثبت و منفی باشه، اما اگر فرجه فرد باشه جواب همون علامتیه که عدد اولیتون بوده. این نکته بسیار بسیار مهمیه. کلاس امروزمون تا ساعت 10:30، انشالله هفته آینده اگر بشه تایم کلاستون رو اضافه کنیم که خیلی بهتره. اگر خسته نیستید مثلا بعد از این ساعت کلاس بذاریم براتون، اگرم که خسته اید که هیچ، چون اگر قبل شیمی داشتیم درسته. خب امیدوارم که همتون سلامت و سالم باشین. فعلا باهاتون خداحافظی میکنم. من از کل صفحه میگیرم و چون من الان باید جای دیگه برم سر کلاس، مجبورم که کلاس رو سر ساعت میکنم. روزتون خوش و خداحافظتون.